هیچ وقت قطعه ای از یک هنر نتونسته من رو از نظر احساسی به اندازه این بازوی رباتی تحت تاثیر قرار بده. این بازو برنامه ریزی شده تا حاوی روغن هیدرولیکی باشه که برای ادامه دادن این ربات ضروریه، اما به طور مداوم از اون نشت میکنه. اگه این روغن هیدرولیکی بیش از اندازه نشت کنه، ربات میمیره. بنابراین تمام تلاشش رو برای جمع کردن این روغن میکنه تا یک روز دیگه هم زنده بمونه. غم‌انگیزترین قسمت ماجرا اینجاست که به این ربات قابلیتی داده شده تا برای تماشاچیان رقص شادیاوری را انجام بده، در حالی که دائما روغن ازش نشت میکنه. اوایل پروژه این ربات اکثر اوقات در پیش چشم تماشاچیان در حال رقصیدن بود، چرا که نشتی کم روغن رو میتونست به سرعت درون خودش جمع کنه. چندین سال بعد این بازو به دلیل غیر قابل کنترل بودن میزان نشتی روغن و افزایش مقدار هر روزه اون کم کم فرسوده و ناامید میشه. حالا دیگه زمان کافی برای رقصیدن نداره و فقط به اندازه‌ای زمان داره که خودش رو زنده نگه داره. این ربات روزهای آخر خودش رو در یک چرخه بی‌پایان بین تلاش برای زنده موندن و خونریزی کردن به صورت همزمان می‌گذروند. بازی رباتیک کم کم متوقف شد و در سال 2019 مرد، اما با یک پیچ. این ربات در حقیقت از نبود برق از کار افتاد، نه به خاطر روغن هیدرولیک. در واقع این ربات تمام طول زندگیش رو برای چیزی تلاش میکرد که اصلاً حتی نیازی بهش نداشت، فریب سیستمی که به اون وارد شده بود. این اثر در ارتباط با ما این رو نشون میده که ما چقدر خودمون رو از نظر روحی و فیزیکی برای پول میکشیم، فقط برای اینکه توی زندگی هامون دووم بیاریم. این سیستم برای این طراحی شده که ما رو عمدن شکست بده، اساساً ما رو به بردگی بکشونه و بهترین سالهای زندگی ما رو بدزده تا مجبورمون کنه زندگی رو بازی کنیم که ثروتمندترین افراد جهان اون رو طراحی کردن. چگونه شادی، اشتیاق و صلح درونی ما رو می‌دزدن؟ چگونه به آرامی غرق در مسئولیت‌های بیشتر، بازدهی کمتر و زمان آزاد کمتری برای لذت بردن از این زندگی در حال گذر می‌شیم؟